مهم فصل دو، یک بلد باش اکسند کاهنده پیدا کنی، دو تعیین عدد اکسایش رو از روی فرمول مولکولی و همینطور ساختاری بلد باش، سه سلول گالوانی یعنی خوردگی آهن، خود سلول گالوانی و همینطور راه های محافظت، خوردگی آهن و سلول سوختی رو بلد باش. مورد سه مورد مهمیه، سه و چهار فوق العاده ازش سوال خواهد اومد و ما تا جایی که بتونیم ازش سوال حل خواهیم کرد. و شکل های فصل دو، بچه ها معمولا از فصل دو یکی از اون شکل هاشو میدن، خوردگی آهن، سلول سوختی، آبکاری، دیگه خدمتتون عرض کنم استخراج آلومینیوم، همه اینها شکل دارن توی کتاب درسی. شکلاش جزء به جزءشو بخون، هر کدوم از قسمت ها، آنود گرافیتی، کاتود گرافیتی، کاتودش کجاست، آنودش کجاست، اینا رو جزء به جزء بلد باش. به صورت نامگذاری حتما از شکل ها سوال خواهم داد، که من که سوالشو نمیدم، خواهند داد. اوکی، پس تعیین اکسنده و کاهنده به چه صورتی بود؟ ما از هر کدوم یکی دو تا سوال حل کنیم، یه یاداوری شما داشته باشید و بریم انشالله سراغ فصل سه و نکات فصل چهار رو انشالله کلاسمون به پایان برسه. خب آقا میگه اکسنده کاهنده مشخص کن، مدل امتحان نهایی بخوای مشخص کنی باید ببینی، یا دو حالت داره دیگه مدل امتحانش، یا باید ببینی الکترون گرفته یا الکترون داده، خب، یا از طریق تغییر عدد اکسایشش این رو بفهمی. پس بچه ها یه مدلش اینطوریه، چی میگیم؟ یه مدلش اینطوری میگیم ایشون دوباره مثبت بوده، شده به صورت تنها، یعنی بارش شده صفر، پس الکترون گرفته، پس میتونی بنویسی الکترون گرفته، پس گونه کاهش یافتمونه، پس اکسنده بوده، Zn صفر بوده شده دوباره مثبت، الکترون داده، اکسایش یافته، پس گونه کاهنده بوده، یعنی باعث کاهش یکی دیگه شده، اکسنده بوده یعنی باعث اکسایش یکی دیگه شده. این یه روشه که اینطوری تعیینش کنید. یه روش دیگه‌ش هم اینه بچه‌ها، یه روش دیگه، پس این رو داشته باشید من پاک کنم، یه روش دیگه‌ش رو خدمتتون بگم برای تعیینش. روش‌های مختلفی داریم دیگه برای تعیینش. خب اینو یاد گرفتی، الکترون داده یا گرفته یا هرچی، من اینجا ببینم کسی سوالی ندارد. نه ماشاءالله همه فیلسوف، همه دیگه شیمی رو میخوان بهتر کنن ماشاءالله و همه مطالب رو بلدن و نیازی به سوال نیست. بریم پس اون یکی عنوان رو هم بگیم. بچه ما تو شعبه پسرونه دانش آموزای پسرمون انشالله بعد از ظهر ساعت 5 میتونن تشریف بیارن و به صورت حضوری هم سوالاشونو بپرسن و خیلی از سوالا ممکنه که خب بچه ها شاید نگه داشته باشن اون موقع. خب آقا یه چیز دیگه میگیم، این سی یو نسبت به این سی یو عدد اکسایشش کاهش پیدا کرده، درسته؟ پس عدد اکسایشش کم شده، پس گونه کاهش یافتمونه، پس اکسنده است. این یکی Zn عدد اکسایشش صفر بوده شده دو، افزایش پیدا کرده، پس این گونه ما اکسایش یافته است، پس کاهنده است. پس این دوتا روش رو میتونی برای تعیین اکسنده و کاهنده توی سوالایی که بهت میدن تعیین کنی. میرسیم به جدول ای صفر، میرسیم به تعیین آنود و کاتود. فعلا برای تشریح و اینا این داستان رو باید داشته باشی. دیگه چی؟ مثلا این پایینیه بچه ها، با هر کدوم از روش هایی که دوست داری، فقط میبینی ترکیب داده، پس یه جزء ریزی رو شما باید چیکار کنی؟ تفکیک بلد باشی، یعنی باید بدونی این انای مثبت، این بیار منفی، این انای مثبت، این سیل منفی، اینایی هم که تنها اومدن بارش رو صفر در نظر میگیریم. خب میای میگیم خیلی راحت.
CL صفر بوده شده منفی یک. پس عدد اکسایشش کم شده، کاهش پیدا کرده. پس CL گونه کاهش یافته ما. بریم دیگه BR. NA را چرا نمیگی آقا؟ NA بچه ها تماشاچی بوده، وایستاده نگاه کرده، بارش هیچ تغییری نداشته. پس میمونه چی؟ BR. بیارمون افزایش داشته. چرا؟ چون منفی یک بوده شده صفر، افزایش داشته. پس بیار گونه اکسایش یافته است، پس کاهنده است. این یکیمون چی بود؟ این یکی هم چون اکسایش، چون کاهش پیدا کرده، پس اکسنده است. پس این طریقه تشخیص گونه اکسنده یا گونه کاهندمون هست. بعد اینکه تونستی تشخیص بدی و عکسای زیبا تو از تصویر گرفتی، میخوام برم سراغ یه مبحث دیگه. اگه سوالی هست بفرستید، من اینجا حواسم به سوالاتتونم هست. بریم ببینیم دیگه چه موضوعی هست. بچه ها موضوع بعدیمون و موضوع فوق‌العاده مهمی که هست اینه که نیم واکنش های اکسایش و کاهش و موازنه و واکنش کلیشه. یعنی چی آقا؟ بچه ها شما باید بتونید دو تا نیم واکنش بنویسید. یک نیم واکنش کاهش دو نیم واکنش اکسایش. جلوتر اگه می رفتیم، یعنی اگر الان شما کاملا اگر بلد باشید فصل دو رو می دونید، خیلی راحت میشه از اون طریق تعیین کرد. بگیم CU و ZN. ZN توی جدولمون پایین تر قرار داره، پس آنودمونه. CU کاتودمونه، پس CU میاد توی کاهش و ZN میاد توی اکسایش. ولی مدل دیگه میرسیم اونجا هم میتونی آنود و کاتود اونطوری تشخیص بدی، فرقی نمیکنه، مهم اینه که درست تشخیص بدی. آقا CU من و ZN من، پس بهتره که از رو جدول تشخیصش بدی. جدولی صفر رو بلدیم. خب تو جدولی که تو کتاب درسی نظام جدید هست متوجه میشیم که چی؟ ZN پایین تره. پس چون ZN پایین تره آنودمونه، پس اکسایش باید پیدا کنه. CU کاتودمونه و باید کاهش پیدا کنه. ولی راه دیگه یه تشخیصش، شما بیا مثل قدیم اکسنده کننده چطوری تعیین کردی همون کار کن. CU دوباره مثبت شده صفر، عدد اکسایشش کاهش پیدا کرده، پس این گونه کاهش یافته. این یکی ZN چی شده؟ عدد اکسایشش زیاد شده، پس گونه اکسایش یافته است. تمام. حالا نیم واکنش میخوام براش بنویسم. نیم واکنش کاهش، خب کسی که کاهش پیدا کرده، کاهش یعنی این که الکترون رو بچه ها بگیره دیگه، درسته؟ الکترون. پس میام می نویسم CU دوباره مثبت شده اینا CU. چیکار کرده CU دوباره مثبت شده؟ CU آفرین، الکترون گرفته، پس به اضافه الکترون. پایین نیم واکنش اکسایش، کی اکسایش پیدا کرده؟ ZN. ZN شده ZN دوباره مثبت. مگه اکسایش نیست؟ تو اکسایش آفرین، الکترون باید تولید بشود. چند تا؟ دوتا. این چند تا بود؟ اینم دوتا بود، دوتا الکترون گرفت. حالا بچه ها واکنش کلی میشه نوشت اینجا بدون ضرب در چیزی. یعنی چی ضرب در چیزی؟ بچه ها موقعی که داری واکنش کلی می‌نویسی باید الکترونات حذف بشه، تو واکنش کلی نباید الکترونی موجود باشه. بچه چون تو کاهش مصرف شده، توی اکسایش تولید شده، پس موازنه اگه بکنی و الکترون هاتون واکنشت هم موازنه خواهد شد. پس اینجا حواست باشه، چون این دو و اینم دو هستش، پس نیازی به ضرب یا تقسیم نیست. ولی مثلا اگر این چهار بود باید پایین رو ضرب داره دو کنی تا تعداد الکترون های شما یکسان بشه. الان از جمع این دوتا اینا میرن و واکنش موازنه شده شما میشه CU2 به اضافه ZN میدهد CU به اضافه
زد انه دوباره مثبت. پس اکسایش کاهش نوشتن هم اینطوریه، گونه اکسایش یافته، گونه کاهش یافته رو پیدا کن، گونه اکسایش رو بیار تو واکنش واکنش اکسایش و گونه کاهش یافته رو بیار تو واکنش کاهش. به همین راحتی حله. خب پس این موضوع رو هم بلد باش، ممکنه که ازش بخوایم استفاده بکنیم. راحل های تستی بله موجود هستن. حالا تو گالوانی وقتی ما میریم میخوایم واکنش سلول رو بنویسیم، این همه داستان دیگه نداریم، میایم کاتیون کاتود مینویسیم، آنیون آنود مینویسیم. اونا بحثای تستی شه، اشتباهی نری از اون استفاده کنی، حواست باشه. دارم امروز تو این جلسه تشریحی طور با هم دیگه داریم کار میکنیم، طولانی هست ولی امتحانه و باید تو تشریحی بنویسی، امتحان تشریحی. عدد اکسایش بچه ها، عدد اکسایش یه سری قوانین داریم توی عدد اکسایش که اونا رو باید بلد باشیم. مثلا هاش تو عموم ترکیب ها مثبت یک، او توی عموم ترکیب ها منفی دوه، به جز مثلا توی او اف دو مثبت دوه و الاخر توی پروکسیتا، توی سوپروکسیتا که اینا دیگه نکات پیچیده درش میشه و شما باید در همین حد بلد باشین. قوانینی که توی جزوتون هست برای فلز همونه، یعنی بار یون هستش و الاخر. پس اینجا اگر به ما بگه که شما باید برید و مثلا اینجا میاد از ما میخواد بچه زیر پی خط میکشه، میگه پی رو پیدا کن، زیر سی آر خط میکشه میگه سی آر رو پیدا کن، کنار مثلا این یه ستاره میزنه میگه پیدا کن، کنار مثلا این N یه ستاره میزنه میگه عدد اکسایشاشو پیدا کن. برای پیدا کردن عدد اکسایش کار سختی نیست. میایم میگیم سه تا هاش دارم، درسته؟ سه تا هاش من چی میشه؟ سه تا مثبت یک به اضافه یه. پی رو داریم بچه، درسته؟ خب پی من چقدر میشه؟ آفرین، ایکس تا به اضافه یه. چهار تا او دارم، هر او منم میدونم منفی دوه، برابر است با، باری ندارد، پس این برابر خواهد شد با صفر. از اینجا x رو حساب میکنم، سه تا چهار دو تا هشت منفیش مثبت پنج، پس عدد اکسایش هاشمون برابر خواهد شد با مثبت، عدد اکسایش پیمون برابر خواهد شد مثبت پنج. این یکی، دو تا x، دو تا x به اضافه هفت تا منفی دو. آقا این منفی دو رو تقلب داده، چه قشنگ برای، نه او رو باید خودت بدونی، هفت تا منهای دو برابر است با بار یونت. حالا از اینجا ایکس رو پیدا میکنیم که ایکس از اینجا برابر خواهد شد با هفت تا چهارده تای منفی میره اونور، چهارده تای مثبت دوازده تا، دو ایکس دوازده تا، ایکس مثبت 6. حله. سوالی هم که ماشاءالله ندارید، همه رو دارید متوجه میشید، باریکلا باریکلا. پس این هم از این موضوع. آقا بله، بعضی اوقات ساختاری به من میده، میگه توی ساختار برو پیدا کن عدد اکسایش سی رو. کیا این استفاده؟ بچه های کنکوری، حسایی که کنکور برشون مهمه یادشون باشه، ما همه ترکیب ها رو نمیتونیم اینطوری معادله ای بریم جلو، حتما حتما بعضی از ترکیب ها الزامه که براش ساختار لوئیس تور بری، یعنی لوئیسش رو رسم کنی. اون ترکیب هم ترکیب های عالی هن، ترکیب هایی که کربن و هیدروژن و اینهاشون تعدادشون زیاده، چون اگر X بری تو داری میانگینشون رو حساب میکنی ولی سوال میانگین ازت نخواسته. پس ترکیبات عالی را به صورت ساختار لوئیس باید حلش کنی، حواست باشه. ولی حالا توی امتحان دیگه این نکته رو که نمیخواد بدونی، توی امتحان خیلی صاف و ساده میاد چرا بهت اینطوری میده و میگه حسابش کن. اینطوری اگه خواستیم حسابش کنیم حواسمون باشه که به الکترونگاتیوی، لفظ الکترونگاتیوی به صورت مستقیم و جدی توی کتابتون نیومده و شما میتونید از لفظ نافلستر استفاده کنید. هر کی نافلستر الکترون‌ها رو میکشه سمت خودش. ترتیب نافلزی را هم که میدونید، درسته؟ F O N C L B R الی آخر. خب پس بچه اینجا الان کربن نافلستر از هیدروژن، پس چیکار می‌کنه؟ یا الکترون میکشه اینا، این نقاط برای این میشه، این نقاط برای این میشه، این نقاط برای این میشه، اینجا دعواشون میشه چون دوتاشون یکی هستن. پس بله داریم به بچه های مهد کودکی درس میدیم. اینجا دعواشون شده و این یه دونه خودشو برداشته، او بهش هیچی نمیده، زورش زیاده دیگه، او الکترونگاتیف تر از سیه، هیچی بهش نمیده، پس این بیچاره با همون یه دونه خودش میمونه.
و در ادامه مثلا اگر این رو بخوایم داشته باشیم، این اینا رو برمی‌داره، نقاط خودش هم که برمی‌داره، اینم برمی‌داره. پس الان دونه دونه حالا حساب کنیم، صرفا نگیم فقط این سی رو خواسته، هر کدومو که خواسته بود. این سی میگیم یکانش، یکان گروهش، سی گروه 14، پس میشه 4 منهای تعداد نقاط 1 2 3 4 5 6 تا، منهای 6 اگه درست 1 2 3 4 5 6 7 تا، 7 تا هستش اینجا منهای تعداد نقاطمون. بچه‌ها نگاه کن، 1 1 2 3 4 5 6 7، پس جواب میشه منفی 3. این سی رو اگه ازت خواسته بود، خب میشه 4 منهای 1 مساوی است با 3. اگه این او رو ازت خواست، خیلی راحت میگیم او گروه 16، 6 منهای 1 2 3 4 5 7 8 تا و منفی 2 به دست میاد. این شکل زیاد خطرناک نیست، خیلی راحت میتونی حلش کنی. شکلی که خطرناک بیشتر اینه بچه، اینطور شکلا رو حواستون باشه. مثلا میاد یه حلقه بنزنتور به شما میدهد، خب بعد از اینجا هم یه دونه اینطور شاخه میکشه، مثلا میره فلان هرچی، مثلا اوهاش فلان، خب بعد میاد اینو میخواد ازت. اینجا حواست باید باشه به هیدروژن و این داستانا. این اگر کربن تو باشد، خب از این کربن بالا یه دونه برمیداره، از این کربن اینور یه دونه برمیداره، از این کربن اینورم یه دونه برمیداره، این دوگانه است، پس یکی دیگه این برمیداره، به این صورت میشه. پس حواست اگر به صورت نقطه و خط داد، حتما ساختار باشه که آقا این کربنه، پس اینم کربنه، این کربنه، اینم کربن، پس نصف میکنن، اینم کربنه، پس نصف میشن. و اگر هاشی چیزی داشته باشه، کلش رو برمیداره برای خودش. حواست باشه. و اگر سوالی از این هست بفرستین. آی تدیون، بله خدا رو شکر سوال اومده. خب بچه ها، یکی از بچه ها آی تدیون که بچه ها میشناسنشون، پرسیدن که جزوه رو بخونیم. اوکیه، جزوتون بچه ها میتونم بگم در حد کنکورتونه، یعنی ما کنکوری بهتون درس دادیم، ولی اگر دقت کنید توی جزواتون عنوانهایی با عنوان تست و سوال هست. اونایی که تسته، خب تست در حد کنکور است. اون سوالهایی که یا اون مطالبی که با عنوان سوال اومده، اونها برای نهایی کاملا مناسبه، اونا برای نهایی کاملا مناسبه و میتونید سوالا رو بخونید. درگیر تستا نشید اگه وقتتون کمه، ولی بهترین تایمه که شما توی امتحانات دوازدهمتون حداقل درس‌های دوازدهم رو یک بار بخونید. ولی اگه فرصتش مثل درس شیمی فرصت کمی رو برای آزمون گذاشتن، یک روز، اگه دیروز هم لطف کرده باشی خونده باشی دو روز کمه، شما نهایتا اگه از جزوه پس به طور خلاصه بخوای بخونی، عناوین درسنامه‌ها رو همه رو بخون، ثانیاً در حل سوال‌های جزوه سوالا رو حل کن، تستا رو بذار کنار. حله؟ خب این هم از جواب استاد تدیون. و این شکلی هم که اگه بخوایم حلش کنیم، به این صورت میتونیم حلش کنیم که اینجا مثلا اینو خواسته دیگه، میگیم n چیه؟ بیشتر از 30 هستش، پس اینو برمیداره، از هاشم اینو برمیداره، نقاط خوشم برمیداره، از این اینو فقط خواسته بود حساب کنیم. گروه 15 باید بلد باشی، بلدم نباشی متاسفانه خوشبختانه یه جدول ته امتحان بهتون میدن، نگران جدول تناوبی هم نباشید. معمولا و هر ساله یه تیکه از جدول که شما نیاز دارید انتهای برگتون چاپ میشه. به به، خوشحال شدید. بدبخت تو کنکور چاپ نمیشه، حفظ کن. از دهم بهت گفتم حفظ کن، الان دوازدهمی هنوز نمیدونی سدیم گروه یکه. خب آقا اینا گروه 15، این میشه 5 منهای 1 2 3 4 5 6 7، 8 تا نقطه گرفته، درسته؟ خب پس این هم 8، پس جواب این هم میشه منفی 3. حله؟ این هم پس تعیین عدد اکسایش. اکسنده و کاهنده رو بچه ها گفته تو این سوال مشخص کنید که سوال نسبتا سختیه. بعد اونم میخوام یکی دو تا سلول گالوانی حل کنم و دیگه تمام، چون بچه ها بهتون گفتم دیگه سلول سوخت اینا رو چطوری حل کنید. بچه ها اینجا میگه اکسنده و کاهنده رو مشخص کنید، ولی من نمیتونم مثل قدیم سری بارهاشو مشخص کنم و بگم، پس مجبورم از عدد اکسایش استفاده کنم. اینجا n من نمیدونم چنده، ولی او میدونم دو منفیه، او دو منفیه، هاشام مثبت 1. اینجا
هاش مثبته ای که او دو منفی میدونم تو قوانینم بوده اینم دو منفیه ولی این ان و این ان رو نمیدونم چنده پس دونه دونه باید بریم به دست بیاریم میگیم آقا توی ان او دو ان رو بخوایم به دست بیاریم x مساوی است با البته کامل اگه بخوام براتون بنویسم معادلشو x به اضافه دو تا منفی دو مساوی است با صفر پس x مساوی است با مثبت 4 اینجا پس این مثبت 4ه توی هاش ان او 3 به دست بیارم توی هاش ان او 3 به دست بیارم این میشه 1 به اضافه 1 دیگه نمیفهمی آقا ما نمیفهمیم من با اون هوش سرشار تو چه کنم خب 1 ضرب در مثبت 1 به اضافه الان فهمیدی نه خب اینم میشود x به اضافه 3 تا منفی 2 مساوی است با 0 از اینجا 3 تا منفی 2 منفی 6 منفی 5 x 5 و در اینجا ادامهش ان او رو میخوام به دست بیارم که میشه x به اضافه یه دونه منفی 2 0 x مساوی است با مثبت 2 پس اینجا مثبت 5 بوده اینم اینجا منفی مثبت 2 بوده عدد اکسایش میخوام تعیین کردم عدد اکسایش میخوام اکسنده کننده از اینجا نسبت به اینجا متوجه میشم عدد اکسایش هم زیاد شده افزایش پیدا کرده پس n گونه اکسایش یافته است اکسایش یافته پس کاهنده است آنود کاتود یاد بگیری راحت تر انجام میدی ولی مثلا همچین چیزی توی جدولی صفرت که تو بلد نیستی این دیگه انمون در یک جای دیگه چه اتفاقی براش افتاده از این سمت به این سمت به دو کاهش پیدا کرده پس اینم کاهش یافته پس اکسنده آقا یه ماده میتونه هم اکسنده باشد هم کاهنده بله اسم واکنششو نمیخواد بدونی که بهش میگن تسهیم نامتناوب نمیخواد ولش کن اصلا فقط خواستم اطلاعاتم رو برای خودتون بکشم خب و اینکه حواست باشه اینطوری میتونی چیکار کنی تعیینشون کنی اینها رو اونایی هم که بلد نیستیم یا نداریمشون چه عدد اکسایش تعیین کنی بعد گونه اکسند کننده رو مشخص بفرمایید خب سوالی نیست فعلا پس میریم سراغ ادامه داستانمون یکی دو تا گالوانی حل کنیم و شما رو به خدا نمیسپاریم چون فصل 3 تون هم یه قسمت هایی هستش که بهتون بگم چیا رو باید بخونید و بعدش انشالله میریم سراغ ادامه آقا باز سال گذشته سوال از سلول گالوانی ببینیم که چی اومده میگه با توجه به شکل روبرو شکل روبرو بچه همچین چیزیه که این که دیواره متخلخلتونه این ور اومده تیغه ای رو قرار داده این برآمده تیغه ای رو قرار داده میگوید ای زد ان است این یکی ان آی است اینا رو برداشته برده به یه دونه ولت سنج وست کرده و اینجا میگه پر از زد ان آی دو مثبته اینجا هم میگه پر از نیکل دو مثبته خب و دو تا فلش خوشگل هم اینجا برامون کشیده یکی این وری اسمشو گذاشته یک یا دو اینو گذاشته دو و یه فلش این وری کشیده اسمشو گذاشته یک خب سوال هایی که پرسیده اولا گفته که آقا سلول گالوانی روی نیکل رو داریم خب اوکی بچه عزیزان دل اگر جدول ای صفر رو بلد نیستید بیچاره ها میان بهتون چی میدن؟ اینو میدن بهتون منفی 76 اینا اطلاعات سوال فعلا دارم مینویسم ای صفرمون رو دیگه چی داده به ما؟ ای صفر نیکل رو هم به ما داده طبق عادتی که پای تخت داشتیم خواستیم با دست پاک کنیم که نشد عادت خوبی نیست ان آی دوباره مثبت ان آی برابر است با منفی 23 آقا آنود و کاتود رو مشخص میکنیم سوال رو حل میکنیم خیلی راحت میگم سوال بچه نهایی سال پیش بوده آقا اگر جدول و بلدی خب متوجه میشی آنود کاتود چی هستن اینجا هرچی پایین تر تو جدولی که تو کتاب درسی و نظام جدید هست اینه هرچقدر پایین تر آنود است بالاتر کاتود زد ان پایین تره پس آنوده
نیکل بالاتره پس کاتود. این از این. اگر از رو نمیتونی تشخیص بدی از روی اینا میتونی تشخیص بدی بچه ها. منفی تره پس پایین تره، منفی تره منفیش یکم کمتره پس بالاتره، پس انای بالا. پس هر کی پایین آنوده، هر کی بالاه کاتوده. خیلی راحت میتونیم اینو تشخیصش بدیم. حالا تشخیص دادی سوالاشو نگاه کن اگه داری سوالا رو. کدام الکترود نقش کاتود رو دارد که مشخص کردیم نیکل؟ در شکل مقابل کدام مورد یک یا دو جهت حرکت آنیونه؟ بچه ها آنیون جان کجا میرفت؟ آفرین، میرفت سمت آنود. کاتیون جان کجا میرفت؟ میرفت سمت کاتود. خب الان سوال از من پرسیده، خوب دقت کن. در شکل ما کدام مورد یک یا دو چی رو داره نشون میده؟ جهت حرکت آنیون ها. بچه آنود کاتود رو شکل هم مشخص کنیم. زد انمون شد آنود، این شد کاتود. خب آنیونا میرن سمت آنود، پس فلشه باید به سمت آنود اینوریمون باشه. پس فلش شماره دو درست داره نشون میده. در واکنش کلی سلول ذره کاهنده رو مشخص کنید. ذره کاهنده بچه اینجا میتونید کلکه رو بزنید، بگین که آنودمون الان کی هستش؟ آنودمون زد انه، درسته؟ خب آنود که زد انه، این آنود، پس اکسایش پیدا میکنه. اگه یادتون باشه تو آنود همیشه عمل اکسایش داشتیم، اکسایش پیدا میکنه پس کاهندمون، پس کاهندمون هستش. نیروی الکتروموتوریشو گفته حساب کنید، یعنی همون ای صفر را گیج و ویج نزن. یا آقا الکتروموتوری چی بود به ما نگفتی؟ ای ام اف تو جزوتون هست، پس اگه بخوایم اینو حساب کنیم میشه ای صفر سلول یا ای ام اف مساوی است با ایه کاتودمون منهای ایه آنود. کاتودمون که مشخص نیکل منفیه 2300، درسته؟ منهای 70 منفیه 70، جواب 50 و 300 مثبت. اینم نیروی EMF. اوکی اینم اینطوری حساب میشه. یه نکته اضافه تر بچه ها، تو سوال خورداده نیومده ولی میخوام نکتهشو بهت بگم، حواست باشه. بگم نکته رو، نکته امینه، اینا رو پاک کنم. پس بچه ها از قالب سلول های گالوانی هم حتما یه دونه دارید و حواستون باشه که به این صورت حل میشود. آقا اگه بهت گفته بود، اگر بهت گفته بود واکنش کلی سلولو بنویس، نمیتونی از اون نکته استفاده کنی. کاتیون کاتود به اضافه خونسای آنود، نمیتونی از اون استفاده کنی. باید تشریحی بنویسی، یعنی باید بگیم آنودمون زد انه پس اکسایش پیدا میکنه. پس میام میگم نیم واکنش برای واکنش سلول نوشتن، نیم واکنش اکسایش، نیم واکنش اکسایش، اکسایش آنود، زدن اکسایش باید پیدا کنه. پس باید تبدیل بشه به زدن دو بار مثبت به اضافه دو تا الکترون. نیکلای ما هم واکنش کلی سلول خب چیه؟ نیم واکنش کاهش، چون کاهشه باید کاتود، که کاتود باید بیاد، پس نیکل ما باید کاهش پیدا کنه. Ni دو بار مثبت به اضافه دو تا الکترون می شود Ni. اگر الکترون موازنه نبودن باید موازنه کنی یا ضرب تقسیمش رو انجام بدی. اینم از این. پس اینجا واکنش کلی سلول اینطوری نوشته میشه. گوش کن، جمعش کن، زد ان به اضافه ان آی دوباره مثبت میدهد زد ان دوباره مثبت به اضافه ان آی. بله آقا همون شد، کاتیون کاتود به اضافه خونسای آنود. همیشه تو سلول گالوانی که انجام پذیر هم باشد می شود آنیون کاتیون کاتود به اضافه خونسای آنود. بله اینو میتونستی واکنش کلی رو سریع بنویسی، نکتهش رو بهت گفتم، ولی باید تو نهای اکسایش کاهش رو بنویسی بعد به این برسی. کاتیون کاتود خونسای آنود، اون ورش هم خب چون این خونسا بوده باردار میشه، این کاتیون بوده پس اون ور خونسا خواهد شد. خب
پس این هم یک نمونه از سلول گالوانی ما حل کردیم. باز هم ببینیم سلول گالوانی مطلب دیگه ای ندارد. خدمتتون عرض شود در فصل دو دیگه مهماش همینا هستن. دیگه خدمتتون عرض شود یه سوالم باز هم نهایی سال گذشته بوده که این رو هم حل کنم خدمتتون، بعد بریم سراغ مطالب دیگه. دوستان عزیز، سوالی که مطرح شده میگه شکل زیر بخشی از یک ورقه آهن است، خوردگی بس. کدام فلز ام پوشونده شده؟ فلز ام میتونه ام جی باشه یا سی یو. گوش کن آقا، این میگوید این اف ایه. خب با فلز ام میگه پوشوندمش، دستت در نکن، اینم فلز ام درسته. یه قطره آب خوشگلی هم این بالا برای ما کشیده، میگه این ام ها تشریف میبرن اینجا میشن ام دوباره مثبت. همین اصلا نکته اصلی این اینه. خب او دو هم داریم، اینم اف ای هستش، ای اینا رو هم همه رو به ما داده. ببین اینا اطلاعات سواله که اینجا من براتون مینویسم. ای صفره، ام جی دوباره مثبت، اینم ام جی برابر است منفی 2.37. ای صفره، اف ای منفی 44 صدم. اون پایین دیگه جا نداریم، این بالا می نویسم دیگه. ای صفر سی یو اگر جدول حفظ باشی این اعداد رو فقط برای حساب کردن ای صفر سلول نیاز داری، وگرنه ترتیبش رو تو بلدی. این میده که تو ترتیبش رو بتونی به تشخیص بدی. آقا میگه فلز اممون، فلز ام ها سوال پرسیده سی یو است یا ام جیه، میگه کدوم یکی از اینا میتونه باشه. خب گوش کنیم برای اینکه بفهمیم، بعد نیم واکنش کاهشش هم از ما خواسته. بچه ها برای حل این سوال خیلی ساده، مگه نمیبینی امات شده ام دوباره مثبت؟ خب ام ها شده ام دوباره مثبت، پس چی شدن؟ او کاهش پیدا کردن، پس ام ها تبدیل شدن. نمیبینی با این رنگ میپشه اینو پر رنگ تر مینویسیم. خب ام ها تبدیل شدن به ام دوباره مثبت، وارد قطره آب شده دیگه، یعنی با قطره آب و این داستانه. اینجا چی میشه پس؟ یعنی وارد میشه، اکسایش پیدا کرده که تشریف ببره تو کاتود دیگه، پس میشود دو تا الکترون. آقا ام پس چه عملی انجام داده؟ آفرین، اکسایش. کی عمل اکسایش انجام میده؟ جناب آنود. پس من باید فلزی با F انتخاب کنم که نقش آنود داشته باشه، یعنی باید پایین تر از FE باشه. جدول رو یا بلدی یا از روی این اعداد تشخیصش میدی، میگی که CU بالاه FE MG، یا از روی این اعداد تشخیص میدی MG من خیلی منفی تره پس پایین تره، بعد این یکم منفیش بیشتره پس میاد بالاتر، اونم که مثبت پس بالاه. پس گوش کن، فلز M من نقش آنود رو باید داشته باشه، آهن نقش کاتود رو باید داشته باشه، پس فلزی رو باید انتخاب کنم که زیر اف ای باشه و نقش آنود رو بازی کنه، پس فلز ام جی درسته. اوکی، این از این. نیم واکنش کاهش رو گفته بنویسید، نیم واکنش کاهش خوردگی هم که میدونید که از جمله حفظی ها هستش دیگه. او دو به نیم واکنش کاهشی میشه تو خوردگی. اساتید نیام بگن اف ای کاهش پیدا میکنه، اف ای بدون تغییر باقی میمونه، دست نمیخوره موقعی که الان با ام جی، ام جی اکسایش پیدا میکنه. کاتود بچه ها، تو قسمت کاتود عمل کاهشمون یه واکنش ثابتی داره، او دو به اضافه 2 تا H2O به اضافه 4 تا الکترون میشه 4 تا OH منفی. این واکنش ثابتیه در خوردگی آهن، پس حواستون باشه نیاین اف ای رو بنویسید کاهش پیدا میکنه چون کاتود است. اف ای کاتود است و بدون تغییر باقی میمونن. در قسمت کاتود واکنش رو اکسیژن انجام میده، حواست باشه، نکته مهمیه ها. خب
سوالای مهم فصل دو رو بچه با هم دیگه بررسی کردیم. من یک بار دیگر سری بزنم به مطالبمون که اینجا داشتیم، مطالب رو با هم دیگه اینجا هم کار کردیم. پس مطالب مهمی که توی فصل دو شما باید حتما در رابطه با اون این مقایسه این مطالب رو بلد باشید اینا: تعیین اکسند کننده کار کردیم، تعیین عدد اکسایش کار کردیم، حلی ها رو با هم بیشتر کار کردیم، سلول گالوانی، خوردگی آهن، راه های محافظت از اون، نمیدونم آهن سفید چیه، آهن حلبی چیه، همه اینها مطالب خیلی مهمی هستن. و سلول سوختی، واکنش های سلول سوختی. بچه این قسمت ها یه سری واکنش داره که باید حفظ بشید. یه هم میاد بهتون میگه واکنش های سلول سوختی رو بنویسید، در آنودش اتفاق میفته، در کاتودش اتفاق میفته، واکنش کلی بنویسید. و در ادامه توی سلول الکتریتی برخافت میتونه ازتون بپرسه، مثلا برخافت فلان نمک رو بنویسید. استخراج آلومینیوم، آبکاری، که اینها رو هم مطالبی هستند فوق‌العاده ساده و راحت، که مطلب بعدیمون هم که پنجم میشه شکلای فصل دوه. بچه شکلای فصل دو فصلاییه که حتما میشه گفت یکی از شکلاشو میده. سلول سوختی رو میده، قضیه آبکاری رو میده، هال رو میده، دانز رو میده، همه اینها میتونن یکی از این شکلها رو به شما بده و مواردی رو از شما بخواهد. پس حواستون به این موضوع هم باشه. بریم بچه سراغ فصل سه. ببینیم تو فصل سه چه داستانایی داریم. بچه تو فصل 3 90% مطالبمون به صورت حفظیه، میتونم بگم درسته؟ 90% مطالب حفظی. بعدش مطالبی که شما باید بلد باشید از همین حفظیات هم میتونیم بگیم هست: تشخیص انواع جامد. بچه ها ما جامد کووالانسی داریم، از کجا تشخیص بدیم؟ یک، مثال هاش تو کتاب محدوده، جامد های کووالانسی میتونیم مثال هاشو یاد بگیریم. ثانیا بچه ها جامد کووالانسی جامده که اتم ها، تعداد زیادی اتم با پیوند اشتراکی هی به هم وصل شدن، از هر جا دوست داشته شروع کرده وصل شدن، مثل سیلیس، مثل سیلیسیوم خودش، مثل سیلیسیوم کاربید، مثل دیگه چی بگیم، اسایدو، مثل خود سیلیسیوم هم که گفتیم، سیلیسیوم کاربید هم که گفتیم، و این مثال هایی که توی کتابتون هست، معروف ترینش هم همون سیلیس دیگه، سیلیسیوم دیوکسید. پس جامعت ها اولیش کووالانسیه، دیگه الماس، دیگه گرافیت، اینا مهماش هستن که توی کتاب اومده، ویژگی تک تکشون رو باید بلد باشید. نمیدونم مثلا الماس سه بعدیه، نمیدونم اونور خدمتتون هست، گرافیت مثلا دو بعدی هستش، چند تا پیوند داره فلان، اینا به صورت خلاصه تو جزوهتون هست و جزو مطالب حفظیه. من فقط دوره کردم خدمتتون. و جامد بعدیمون میتونه مثلا جامد مولکولی باشه، مولکول ها با پیوند ها، با نیروهای بین مولکولی کنار هم دیگه قرار گرفتن، داخل خودشون پیوند کووالانسی وجود داره اون مولکول ها، ولی میاد کنار یه مولکول دیگه واسه با پیوند با نیروهای بین مولکولی وای میسته، یا با پیوند هیدروژنی وایسته، مثل مولکول آب CO2 اینا. و موضوع اصلی میشه گفت، یکی از موضوع اصلی از این سه به بعد بچه ها تقریبا، یکی نقشه الکتروستاتیکه که باید بدونی که هر کدوم از نقشه‌های الکتروستاتیک کتاب برای چه عنصریه، که به تو بچه به صورت انتخابی میدن و باید انتخابشون کنی و حواست باید به این موضوع باشه. چرا؟ بچه این حالا چند تا از شکلهای کتابه که من میخواستم دوره کنیم با هم دیگه، اینو باید داشته باشی. بچه اونایی که قرمز میشدن نافلستر بودن، ما بهشون میگفتیم الکترونگاتیفتر. نافلستر رو شما تو ذهنتون با توجه به متن کتاب داشته باشید. پس بچه اونایی که قرمزن نافلستر هستن، درسته؟ الکترونگاتیفتر. این ساختار لویساشو باید بلد باشی. شکلاش نمیدونم خمیده است، خطیه و ادامه این داستان ها، اینا رو ممکنه که حالا مشکلی نباشه حالا یاد نگی، چون به عنوان مستقیم حالا فقط خطیه است دیگه، خمیده و این داستان ها به صورت مستقیم تو کتاب درسی مطرح نشده. پس این شکل ها رو میتونی فقط گوشه ذهنت داشته باشی، ولی ساختار لوئیس و این شکل ها باید بدونی که براشیه. تحلیل هر کدوم از اینها هم که میدونیم به چه شکلیه. مثلا بچه اینجا عنصر اومون وقتی قرمز میشه یعنی تراکم بار روش بیشتره. دو تا جمله: احتمال حضور جفت الکترون پیوندی اطراف اتم های او بیشتر است. و همینطور از کجا بفهمیم توزیع اطراف هسته ها متقارن بوده یا نامتقارن؟ اگه مولکولت مثل این شد ناقطبی،
پس میگیم اطراف هسته ها این الکترون ها به صورت متقارن بودن. از شکل سخت تشخیص دادنش. ولی مثل این اگر شد قطبی، بس میگی اطراف هسته ها الکترون ها نامتقارن پخش شدن. این ناه رو یه جا بیار دیگه، اگه ناقطبیه دیگه کنار متقارن نیار، اگر قطبیه کنار پس نامتقارن، کنار متقارنش بیار. اینجا این کلمه نا رو دقت کن، قطبی بود نامتقارن، ناقطبی بود متقارن. این مولکول چیه؟ ناقطبی. بلدی تشخیص بدی ناقطبی دیگه؟ اطراف یکسان، اتم مرکزی ما هم نقطه ندارد، جفت الکترون جفت نشده ندارد، پس اینم میشه چی؟ ناقطبی. درسته؟ خب حالا چون شد ناقطبی و توزیعش متقارنه، توزیع رنگ ها هم میتونیم بگیم متقارن حساب میشه. اینجا بچه ها مولکول چی هستش؟ قطبیه. بچه ها مولکول قطبیه، پس اطراف هسته ها نامتقارن تشریف داره. اوکی؟ خب این یکم بد شد، من فقط درستش کنم، نامتقارنش رو درست بنویسیم. نامتقارن. خب اینم هست. پس بچه ها اون دوتا احتمال هم یاد بگی دیگه. احتمال حضور جفت الکترون پیوندی اطراف اونی که قرمزه، اونی که نافلستره بیشتر است، و احتمال حضور الکترون اطراف هسته ها متقارن یا نامتقارن بودنش رو هم از روی قطبی یا ناقطبیش میگیم. در رابطه با جزئی مثبت جزئی منفیش هم حواست باشه، اونایی که قرمزن یا الکترون نگاتیف ترن دارای بار جزئی منفی خواهند شد، اینا دارای بار جزئی مثبت. دو تا جزئی پس دو تا، دو تا منفی پس دو تا مثبت. اینجا این چی هستش؟ این جزئی منفی، جزئی مثبت، جزئی مثبت، جزئی مثبت. اثر کنیم که جزئی مثبت جزئی منفی بوده، پس این میشه سه جزء منفی. این یکی جزئی منفی، جزئی مثبت، جزئی مثبت، پس این دو جزء منفی. این قسمت جزئی منفی، جزئی منفی، جزئی منفی، پس این آبیه سه جزء مثبت. این نکته ای که داشتی بود بچه ها یادتونه؟ چرا دوتاشو شبیه هم کشیده، آبی کشیده؟ بچه ها توی الکترون نگاتیوی کربن و اس گوگرد صدومی سه صدوم با هم فرق میکنن، کلن سه صدوم الکترون نگاتیوی این دوتا فرق میکنن. به خاطر همین دعواشون نمیشه، خیلی مسالمت آمیز با هم دیگه کنار میان. پس این ور انگار یه تا اینه، این میشه جزئی منفی، کل این میشود جزئی مثبت. اوکی، این دوتا پس دعواشون نمیشه بخوایم بگیم جزئی مثبت جزئی منفی داریم، و این به این صورت خواهد شد. حله؟ خب پس این جزئیات هم بلد باش، و بدون کدوم عنصر برای کیه. من حالا اینجا خب توی جزوتون هست مثلا چند تا ترکیب دیگه، مثلا CHCl3 این داستانا، اتیل و پروپان و اینها رو هم دیمتیل اتر، اینا توی جزوتون هسته، شکلش حالا توی این ساختار الان نیست. حتما منظورم اینه این ساختارها رو به این صورت بلد باش، تحلیلش رو بلد باش، و همین رو این که کدوم منفیه، کدوم مثبته، کدوم قرمز میشه، کدوم آبی میشه، و مربوط به کدوم مولکولا هستش. این داستان داستانهای مهمی هست که شما باید مطالعه کنید و بلد باشید از این موضوع. موضوع بعدی و مهم توی مبحث فصل 3 مون بچه ها چگالی بار و این داستان است. چگالی بار و آنتالپی فروپاشیه. خوب دقت داشته باش به این موضوع. مقایسه آنتالپی شبکه. بچه ها آنتالپی شبکه میخوای بلد باشی، باید چگالی بار بلد باشی. چگالی بار رو ما اینطوری حسابش میکنیم، میگیم چگالی بار، با قرمز ننویسیم، عنوانمون دیگه قرمزه، چگالی بار برابر است با بار یون به شعای. درسته؟ خب بچه ها بار رابطه مستقیم داشت، شعا رابطه عکس داشت، مهمتر از همه بار بود. پس اول بار رو میسنجیدیم، بعد میرفتیم سراغ شعا.
چند تا مثال با هم دیگه حل کنیم. پس برای مقایسه آنتالپی شبکه تو باید چگالی باد در اصل مقایسه کنی. مثلا MgO Na2O، مثلا دوباره MgO AlF3، اینا رو میخوایم مقایسه کنیم دیگه. KCl NaCl دیگه، K2O NaCl. خیلی راحته، مبحث راحت و فوق العاده مهمی هم است. آقا اول برو بار رو بسنج، بار این دو مثبت این دو منفی، این یه مثبت این دو منفی، مجموع بارها چند تاست؟ چهار تا. نگو مثبت و منفی میشه صفر، این ابله بازیه در نیار. جمع بارها بدون علامت، پس چهار بار، این چند بار داره؟ سه بار، پس این بیشتره. چیش؟ مقایسه آنتالپی شبکه است دیگه، آنتالپی شبکهش بیشتره. آقا آنتالپی شبکه چی بود؟ مقدار گرمایی که لازمه تا شبکهش رو بتره کنیم، شبکهش از هم دیگه بپاشونیم. این هم از MgO دو بار مثبت دو منفی، این سه بار مثبت یه منفی. از لحاظ بار الان یکسانن، از لحاظ بار جفتشون چهار تا بار دارن، ولی باید برم سراغ شعاهاشون. شعای اول کاتیونا رو بررسی میکنم. بچه ها MG سمت چپ جدولمونه، AL سمت راسته. از چپ به راست شعا کم، شعا رابطه عکس داره، شعا کم بشه چگالی بار زیاد، آنتالپی شبکه کم زیاد، پس این دفعه این بزرگتر میشه. یه بار دیگه، اول بار رو میسنجی، بعد از بار اگر بار بهت جواب نداد، بارهاشون یکسان شد، میری سراغ شعا، شعا رو میسنجی، هر کی شعاش کمتر بود آنتالپی شبکه بیشتره. و در رابطه با اون کاسیل و این داستانایی که اونجا داریم، مثبت منفی، مثبت منفی، باز هم بار به من جواب نمیده، جفتشون هم دو بارند. یعنی چی؟ یه بار مثبت یه بار منفی، جمعاً دو بارند. اینم جمعاً دو بارم، بار به من جواب نمیده. میرم سراغ شعا. در رابطه با کا و ان آ، بچه ها ان آ بالا، کا پایین، شعای کا بزرگتره، پس انرژی شبکهش کمتره. K2O NaCl، K2O NaCl، بچه ها بارش چنده؟ این چشم بسته میگیم این، چرا؟ به خاطر اینکه بارش بیشتره. پس اول بار رو بسنج، بار اگر جواب نداد برو سراغ شعا. حله؟ خب یواش یواش دیگه داریم به انتهای کلاس نزدیک میشیم. من اگر مطلبای دیگه ای هم هست خدمتتون بگم. و همینطور بچه ها توی این فصل سه گفتم چیه رو باید بلد باشین. جامد ها دوتا جامد دیگه هم داشتیم، یکی جامد یونی بود که بیشتر در رابطه باش مقایسه اینها رو میدن، تعریف عدد کوردیناسیون یا کوردیناسیون، اینو یادت باشه. و همینطور خدمت عرض شود ویژگی های فلزه، بچه ها ویژگی فلزه، همونطور که همونطور میدونید یه مدل دریای یونیه. خب بعد از اون یه فعالیت داره کتاب درسیتون که اومده گفته چیه، کدوم ویژگی رو داره نشون میده، چکشخاری و رسانه الکتریکی، توجیهش رو بلد باشین. چکشخاریش به خاطر اینکه پس از ضربه دوباره الکترون ها ما بین کاتیون ها قرار میگیره، به خاطر همین نمیشکنه، چکشخاره. و در رابطه با انتقال برقمون هم الکتریسیته، رسانایش هم اینه که یه تعادلی بین الکترون ها و کاتیون ها وجود داره. یعنی میگه من اگر 10 تا الکترون دارم مثلا 20 تا کاتیون بستمه مثلا، خب این تعادل چون نمیخواد به هم بزنه، هر چی مهمون بیاد هر چی الکترون بیاد از این دست میگیره از اون دست پس میدهد، پس کاملا الکترون ها رو از خودش عبور نمیخواد، توازن خودش رو به هم بزنه. پس این دوتا توجیه رو هم از این فصل بلد باشید. و مطالب مهم فصل چهار اینها هستن. یک، آلاینده ها که مطلبی است حفظی کاملا بخونید، اون نمودار فعالیت هایی که برای آلاینده هست و بلد باشید. دو، انرژی فعالسازی و کاتالیزگر هستش و همینطور کاتالیست خودروهای بنزینی و دیزلی. در رابطه با مورد دو من یه توضیح خدمتتون بدم. اگر یادتون باشه بچه‌ها ما چی داشتیم؟ آفرین. دو تا نمودار داشتیم
یا گرماده بودن یا گرماگیر به این صورت، یا نمودار دیگه‌مون به این صورت که بچه ها توی این اجزا رو باید بلد باشی مشخص کنی. از اینجا تا اینجا ای آ بود، از اینجا تا اینجا ای پریم آ، انرژی فعال سازی برگشت. تفاوت سطح این دوتا خب میشد چی؟ میشد دلتا هاشمون. فقط اگه این پایین تر دیگه، اگه سمت چپت پایین تر بود، این میشود دلتا هاش مثبت. این ورالا این میشه ای آ، این میشود ای پریما. و این الان میبینی پایین تر همیشه بچه این واکنش دهنده است. اینا فراوردن تو واکنش رفت و عادی اگه فرضش کن خب نگه برگشت، برگشت که اونوری میاد دیگه فراورده ها میشه. پس این نمودار تفاوت سطح این دوتا، یعنی اینجا تا اینجا، اینو بهش میگیم دلتا هاش منفی. اوکی یه فرمول میگم، این فرموله تو کتاب درسیتون نیست، گوشه ذهنتون داشته باشید. شما باید توی امتحان نهایی از روی نمودارها بتونید حلشون کنید مسائل رو. مثلا اگه بهت گفت دلتا هاش چقدره، میشه چی؟ ای آ منهای ای پریم آ. ببین همیشه یاد باشه دلتا هاشمون برابر است با ای آ منهای ای پریم آ. توی فعالیت کتاب درسی پرسیده اینا چه رابطه ای با هم دیگه دارند، ولی مستقیما فرمول خود کتاب معرفی نکرده. حالا اگه خواستید استفاده کنید مشکلی نداره، دلتا هاشمون همیشه میشه ای آ منهای ای پریم آ. الان تو این شکل چون ای پریم بزرگتره این منفی شده، چون اینجا ای آ بزرگتره پس دلتا هاش مثبت شده. همیشه یادتون باشه واکنش دهنده فرآورده وصل می‌کنی، رو به بالا بود مثبت، رو به پایین بود منفی دلتا هاشمون. این یه نکته از این مپ هست که باید بلد باشید که به واکنش بالاییه چون دلتا هاشش مثبت تشریف داره میگن گرما گیر و این یکی هم گرما ده هستش. و موضوع بعدی موضوع کاتالیزگر هستش که بچه ها کاتالیزگر هم باید بلد باشید. اگه یک واکنشی داره مثلا به این صورت انجام میشه، این رو ما با کاتالیزگرش رو این کف دست نمیخوره، میاد قله میاد پایین تر، باز اینجا دست نمیخوره. پس بچه ها دوتا سطح ما دست نمیخورد، اینا ثابت بود، فقط قلمو میومد پایین. پس چون قله میومد پایین، ای آ و ای پریم آ کاهش پیدا میکرد. اگه یادتون باشه ای آ و ای پریم آ کاهش به یک مقدار هم کاهش پیدا میکرد، یادتون باشه. پس کاتالیزگر این کار رو انجام میده، قله رو میاره پایین، قله رو میاره پایین. پس قرمزه با کاتالیزگره، با کاتالیزگر، و مشکیه بدون کاتالیزگر. تمام شد. حله؟ خب اینم از این. پس بچه ها چون به این دوتا سطح دست نمیزنه، دلتاهاش رو تغییر نمیده کاتالیزگر، یادتون باشه دلتاهاش رو تغییر نمیدهد. و نکات دیگه متفرقش دیگه، هر کاتالیزگر مربوط به یک واکنش دارن، نهایت مربوط به دو تا واکنش، به تعداد معدودی از واکنش ها میتونه سرعت ببخشه هر کاتالیزگر. تعریف خود کاتالیزگر هم وارد واکنش میشه، سرعت رو زیاد میکنه و در آخر واکنش باقی میمانند. این هم نکاتی بود که در رابطه با فصل 4 و نکات حلیش باید بلوش. حالا اونا رو عددی هم داد، عددیش رو هم شما بلدین، این ارتفاع این ارتفاع کم میکنید زیاد میکنید و به دست میاد. و نکته دیگه که توی این مطلب الان یادم اومد، حواستون باشه هر چقدر انرژی فعال سازی کمتر، سرعت واکنش بیشتر. موضوع مهمیه که احتمال سوال ازش هست. هر چقدر انرژی فعال سازی کمتر، سرعت بیشتر. یادتون باشه اینا. اینم نکته مهمیه. نکاتشو گفتم کامل کامل تو جزوهتون دارید. حالا برای بچه‌ای که جزوه ندارن یا سر کلاس خواب بودن گفتیم اینها رو که گناه دارن، اونم فردا
میتونن یه نمره ای رو انشالله بگیرن. خب ساعت 10:30 به اتمام کلاسمون هستش. انشالله بعد از ظهر هر کسی هر کدوم از دانش آموزا سوال دارن تشریف بیارن، ما سوالاشون رو جواب میدیم، سوال باز حل میکنیم. ساعت 5 تا 6:30 بعد از ظهر به پسرون برای دانش آموزان پسرش بیارن و امیدوارم که کاملا مطالب رو متوجه شده باشید. هر گونه سوال، هر چیزی هست، من در خدمتتون هستم. تشریف بیارید و اونجا سوالتون رو بکنید. بچه‌ای هم که حالا دختر خانم هم که کلاسی براشون گذاشته نشده در رابطه با 12 یعنی بنده کلاس نداشتن، میتونن به صورت از طریق کانال بفرستن سوالا رو، بنده پاسخگو حتما خواهم بود. امیدوارم که خسته نشده باشید. برید برای خوندن شیمی تا ساعت 5 بیایید، رفع اشکال کنید و دوباره برید که انشالله فردا امتحان رو بهتر کنیم. خسته نباشید و خدا نگهدارتون. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته.